احتمالا شما تعریف این شمع‌های سوزنی رو زیاد شنیدید که آقا شمع‌های سوزنی قدرت جرقه زنی بالایی دارن، جرقه متمرکزی دارن و باعث میشن که عملکرد موتور ماشینتون بهتر بشه. ولی باید خدمتتون عرض کنم که همیشه اینطور نیست. روی بعضی از موتورها شمع سوزنی جواب نمیده. توی این ویدیو خدمتتون عرض میکنیم روی چه موتورهایی نباید شمع سوزنی نصب کنید و دلیلش چیه، چرا روی بعضی از موتورها شمع سوزنی جواب نمیده. عرض سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال برق خودرو حاجیان. ما توی این کانال نکات فنی رو خدمتتون عرض میکنیم که باعث میشه هزینه‌های تامین نگهداری ماشینتون پایین بیاد. پس اگر اتفاقی ما رو میبینید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر مطالبمون براتون مفیده با لایک به ما دلگرمی بدید. اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد ویدیو بشیم یک نکته مهم رو خدمتتون عرض کنم. ما تا زمانی که از صحت و سقم یک مطلب مطمئن نشده باشیم و خودمون تستش نکرده باشیم در مورد اون مطلب ویدیو نمی سازیم و پست نمی کنیم. هدف ما از ساختن این ویدیو خراب کردن بازار عزیزانی که شمع‌های سوزنی می فروشن نیست، بلکه نیت ما کاهش هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی هست که ممکنه هموطنانمون دچارشون بشن. خیلی از عزیزان میان از شمع‌های سوزنی روی بعضی از موتورها استفاده میکنن، باعث میشه که ایرادهایی تو موتور ماشینشون به وجود بیاد، کوئل ماشینشون بسوزه و مجبور بشن هزینه کنن. این مورد رو شما میتونید در تمام این 300 تا ویدئویی که تا به امروز تقدیمتون کردیم راستی آزمایی کنید. خیلی ممنونم. بریم سر اصل مطلب. دوستان، شمع‌های سوزنی به سه علت نسبت به شمع‌های معمولی یا همون شمع‌های پلاتینیوم برتری نسبی دارند. علت اول جرقه زنی متمرکز، علت دوم طول عمر بالاتر و علت سوم راندمان بیشتر شمع‌های سوزنی هست. به همین خاطر خیلی از دوستان اقدام به خرید شمع‌های سوزنی برای ماشینشون میکنن، غافل از اینکه این شمع‌ها روی بعضی از موتورها و بعضی از خودروها جواب نمیده. ممکنه شما بپرسید روی چه ماشین‌هایی نباید شمع سوزنی نصب کنیم؟ اجازه بفرمایید از موتور EF7 که روی محصولات سمند، سورن و دنا نصب شده شروع کنیم. استفاده از شمع‌های سوزنی روی موتور EF7 باعث ریپ زدن ماشین، لرزش موتور، کاهش توان و شتاب خودرو و در خیلی از موارد باعث ترکیدن و سوختن کوئل میشه. شاید شما بپرسید خب چرا شمع‌های سوزنی روی موتورهای EF7 جواب نمیدن؟ دوستان، برای پاسخ سه تا علت وجود داره. علت اول، شمع‌های سوزنی برای عملکرد مناسب و کامل و دقیق نیازمند کوئل‌های قوی‌تر هستند. کوئل‌هایی که روی موتورهای EF7 نصب شده معمولاً پاسخگوی شمع‌های سوزنی نیستند. اگر شمع سوزنی روی EF7 نصب کنید به کوئل‌ها فشار میاد و باعث ترکیدن کوئل میشه. علت دوم، فیلر مورد نیاز در موتورهای EF7 محدودی 0.9 هست. شرکت سازنده اعلام کرده که برای موتورهای EF7 باید از شمع‌هایی با فیلر 0.9 استفاده کنید. معمولا فیلری که توی شمع‌های سوزنی استفاده میشه فیلرهای پایینتر از 0.9 هست. همین امر باعث میشه که احتراق کاملی توی محفظه سیلندر انجام نشه و شمع سوزنی روی موتور EF7 جوابگو نباشه. علت سوم، طراحی موتور EF7 به گونه‌ای هست که برای یک احتراق کامل نیاز به یک جرقه گسترده و ضخیم داره، در صورتی که جرقه زنی شمع‌های سوزنی به صورت نازک و متمرکز هست. همین موضوع باعث میشه که احتراق کامل در محفظه سیلندر انجام نشده و موتور ماشینتون دچار ریپ زدن، خامسوزی یا میسفایر یا ناک زدن بشه. پس به این دلایل شما نباید شمع سوزنی روی موتور EF7 نصب کنید. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید اوکی، ما شمع سوزنی روی موتور EF7 نصب نمی کنیم، ولی چه شمعی برای موتورهای EF7 مناسب هست؟ طبق اطلاع فنی شرکت سازنده شما باید برای موتورهای EF7 از شمع‌های بوش FR7DC استفاده کنید با فیلر دهانه شمع 9 دهم. حتما در نظر داشته باشید که منظور شرکت استفاده از برند اصلی بوش هست، نه مارک‌های تقلبی که توی بازار ما فت و فراوون ریخته شده. موتور بعدی که با شمع‌های سوزنی مشکل داره موتور XU7 هست، موتور محبوب شوتی سوارهای عزیز. این موتور اصلا با شمع‌های شیک و پیک سوزنی سازگاری نداره، انگار به رسمیت نمیشناسه شمع‌های سوزنی رو. نصب و استفاده از شمع‌های سوزنی روی موتورهای XU7 باعث ریپ زدن، ناک زدن، کاهش توان و شتاب خودرو و لرزش ماشین توی دور موتورهای پایین میشه. بهترین شمع‌ها برای موتورهای XU7 Acuim 58 HLZ یا بوش FR7DC یا Denso با فیلر دهانه 9 دهم هست. موتور بعدی که با شمع‌های سوزنی مشکل داره موتور K4M محصولات رنو هست، موتوری که روی تندر 90، رنو ساندرو و مگان نصب شده. شرکت رنو توصیه کرده که برای موتورهای K4M از شمع‌های پلاتینیوم معمولی 77 20555 استفاده کنید. حتی خود شرکت رنو این مدل شمع‌ها رو تولید کرد و به بازار عرضه کرد. طبق تجربه این موتور با شمع‌های فابریکی عملکرد بهتری داره. حالا دوستان یک نکته خدمتتون عرض کنم. نکته‌ای که در این 3 موتور مشترک هست فیلر دهانه شمع هست. موتورهایی که به شمع‌های با فیلر 9 دهم نیاز دارن معمولاً به شمع‌های سوزنی جواب نمیدن و اگر شما شمع سوزنی روی این موتورها نصب کنید باعث بدکار کردن ماشین شما میشن. موتورهای EF7، موتورهای XU7 و موتورهای رنوی K4M نباید شمع سوزنی روشون نصب کنید. پس اگر قصد خرید شمع دارید به این نکته توجه کنید. دوستان نظر شما چیه؟ آیا تا الان از این شمع‌ها روی این موتورها استفاده کردید؟ ممنون میشم ازتون اگر در این مورد تجربه‌ای دارید کامنت کنید و با ما به اشتراک بذارید. هدف ما کاهش هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شماست. پیشنهاد میکنم این 2 تا ویدیو رو هم ببینید. ویدیوی اول در مورد رادیاتور خودرو و روش جلوگیری از سوختن واشر سرسیلند ماشین هست. ویدیوی دوم هم روش‌های کاربردی جهت کاهش مصرف سوخت ماشین شماست. از اینکه با ما همراه بودید خیلی ممنون. دمتون گرم.